نویسنده چهره ماهون رو توصیف میکنه. پیشانی بلند، بینی عقابی، شانه های پهن، باسنی باریک، قدی متوسط، با ظاهری فکور و عبایی دارد. چشمانش درشت است، گامهایش بلند است، اما گامهایش را سبک برمی دارد، چون یتیمان می دانند چگونه با احتیاط و سریع حرکت کنند. مردی سالم است، رباخار نیست، اما سوداگری عجیب است که به بالای کوه حرا می رود و گاه تا یک ماه آن بالا می ماند. سوداگر نام عجیبی دارد که در رویا تغییر یافته است. نامش به معنی شایسته سپاس است معنی می دهد. اما مردم جاهلیه و مخالفانش نامهای دیگری نیز به او دادند، مانند آن که از حرا بالا می رود، ماهومت یا ماوها مرد. اما در اینجا نامی که فرنگی ها به او دادند و یک برچسب شیطانی است استفاده می شود. بردگان سیاه تصمیم گرفتند که نامهای تحقیرآمیز را با قدرت استفاده کنند. به همین دلیل سوداگر قصه ما که از کوه حرا بالا می رود و انگیزه پیامبری دارد، در اینجا ماهوند به معنی شیطان نام برده می شود. اگه خوشتون اومد و دوست دارین منو حمایت کنین، این شبکه رو سابسکرایب کنین و این ویدیو رو هم لایک کنین. ماهوند نیز تاجر موفقی است، اما هرگز به شورای جاهلیه دعوت نشده، چون یتیم بوده و از ارتباطات خانوادگی محروم بوده و به همین دلیل فکر میکند که حقش خورده شده و سرش بی کلاه مانده. او از دیرباز آدم تکرو و جاه طلبی بوده. جاهلیه شهر سوداگران است و نام قبیلهشان کوسه است. ماهوند یکی از مهمترین ادیان جهان را در این شهر پایه‌گذاری می‌کند. او در روز تولدش به دشوارترین بحران‌ها گرفتار می‌شود. صدایی در گوشش زمزمه می‌کند: تو چه هستی؟ مردی یا موشی؟ راستی بچه‌ها، تا یادم نرفته بذاریم بگم که از روی کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی یک فیلم هم در آمریکا ساخته شده به نام اینسپشن، که من قبلا اینو نقدش رو اینترنت گذاشتم، لینکش رو این بالا میذارم، تو زیر ویدیو هم میذارم، بعدا برین حتما اینو ببینین، خیلی جالبه. او دیگر مانند مادرش بود، 70 سال سن داشت. موفق بودن برای یک زن در جاهلیه کار آسانی نیست، به همین دلیل همه مردان از او میترسیدند، اما ماهوند از او نترسید و ثباتی از خود نشان داد که این زن به آن نیاز داشت. ماهوند در این زن چند شخصیت رو پیدا میکرد: خواهر، همسر، مادر، معشوقه، دوست. و این اولین کسی بود که به او ایمان آورد و به او گفت: این ملک مقرب است و زاییده ذهن تو نیست، این جبرئیل است و تو پیامبر خدایی. اما همسرش به یاد میآورد که در گذشته وقتی ماهوند از سفر شام برمیگشت، حسه هایی را که در واحه ها شنیده بود برایش تعریف میکرد و چگونه تا صبح بیدار میماند و مباحثه میکرد و استدلال میکرد که زندگی در چادرنشینی قدیم بهتر از زندگی در این شهر طلا بود که مردم دختران را در صحرا تنها رها میکنند. اما در زندگی چادرنشینی قدیم حتی به فقیرترین یتیمان نیز رسیدگی می شود. اگه خوشتون اومد و دوست دارین منو حمایت کنین، این شبکه رو سابسکرایب کنین و این ویدیو رو هم لایک کنین، چون برای ساخت این ویدیوها تهدیدهای زیادی برای من فرستاده میشه، پس نیاز به حمایت شما هست. خیلی ممنون، خدا نگهدار.